در آمریکا در نمایشگاه محصولات الکتریکی مصرفی موسوم به CES در لاس وگاس هرگز نمیدانید چه فناوری خارق‌العاده جدیدی را خواهید دید، اما همیشه بازدیدکنندگان مشتاق پرشماری در آنجا می‌یابید. امسال نزدیک به 100 هزار نفر برای بازدید از نمایشگاه از پیش ثبت نام کردند، اما از طریق لپتاپ ها و کامپیوترهایشان از نمایشگاه بازدید خواهند کرد. جین فاستر معاون ارشد انجمن فناوری مصرف کننده است که نمایشگاه CES را سازماندهی می کند. پلتفرم های زیادی برای بازتولید دنیای فیزیکی در فضای مجازی وجود داره و ما واقعا به دنبال اون نبودیم. این بود که گفتیم چطور میتونیم مخاطبانمان را به شیوه واقعی شرکت دهیم. سازمان دهندگان این نمایشگاه با استفاده از یک گوینده مجازی بازدید کنندگان را در فرایند یافتن غرفه های مورد نظرشان راهنمایی می کنند. اما تأثیر پاندمی کرونا فقط به شیوه برگزاری نمایشگاه محدود نمی شود، بلکه به ایجاد نوآوری هایی در زمینه بهداشت و درمان، پخش برنامه ها، فناوری اینترنت سریع نسل پنجم موسوم به 5G و هوش مصنوعی نیز کمک کرده است. در مورد فناوری های یاری رسان به شرکت ها چیزهای جدید زیادی خواهید دید. امسال نزدیک به 1800 شرکت محصولات خود را به صورت دیجیتالی به نمایش خواهند گذاشت که نیمی از آنها آمریکایی هستند. بازدید کنندگان می توانند محصولات مورد نظر را بر حسب کشور محل ساخت، فناوری و یا نام محصول جستجو کنند. آنها همچنین می توانند شخصا با نمایندگان شرکت ها چت کنند. اگرچه برگزاری نمایشگاه CES به صورت مجازی لاس وگاس را مانند سالهای پیش مملو از بازدیدکنندگان نمی کند، اما نوآوری ها در حوزه فناوری سبب جلب توجه ناظرین از سراسر جهان خواهد شد.